سلام من امیرسانم و به یکی از تاریخی ترین پادکست های امیر گیم شو خوش اومدین این پادکستی که توی اون تایید رسمی راکستار برای عرض شدن جی تی ای بعدی رو میخوایم هم دیگه صحبت کنیم اینکه چه انتظاراتی میتونیم از جی تی های بعدی داشته باشیم چه انتظاراتی معقولانه است چه انتظارات غیر معقولانه است و خب در کنال جی تی ای البته کلی خبرهای مختلف میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم و یه بخش ویژه هم داریم اینکه میخوایم مصاحبه پیتر مولینیو اونم بعد از تقریبا ده سال این کارگردان افسانه ای بازی مثل بلک وایت فیبل و کلی بازی خفن دیگه برگشته داره بازی جدیدش یه جورایی چیز میکنه بازاری های میکنه اومد توی پادکست سایمن پارکین و خیلی حرف های جالب از تاریخچه زندگی زده و اینکه چطوری اصلا وارد صنعت گیم شده که وقتی میبینید اینا من نمیدونستم اینا رو و واقعا تاثیرگذار و زیباست قطعا اون بخش هم میتونید با استفاده از زمان بندی هایی که همیشه توضیحات ویدیو هست برید تماشاش کنید اما قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم تشکر ویژه از شما که توی این روزهای سخت اکتبر که ازش گذشتیم این همه انرژی دادید این همه از واک ترای گذاشتیم حمایت کردین حالا بعضیش نتونستیم تمام کنیم به زودی ادامه میدیم مثل سایبرپانک و استارفیلد و بعد بازی دیگه هم مدن که هنوز بازیشون نکردیم مثل لردز اف که من خیلی خودم براش هیجان دارم و خیلی بازی دیگه که میگم هنوز تجربهش نکردیم مرسی از انرژی بازیهایی که تو این مدت دادید و خب هفته گذشته اتفاقی که افتاد این بود که درگاه حمایت مالی امیر از کار افتاد و هنوز هم از کار افتاد الان که دارم اینو ضبط هنوز درست نشده و خب بچه ها خبر داد رفتن حمایت کنن گفتم همین نمیشه دمتون گرم نیتتونم برام انرژی بخش بود متاسفانه میگم به خاطر نداشتن نماد یه چیزی بوده نماد اینماد درگاه رو بدونی که اصلا به من گفته باشن غیر فعالش کردم و خال دنگ و فنگ داره برگردوندنش مقدار ولی خب سعی میکنم دمتون گرم دمتون گرم که پیگیر بودید که ببینید کی درگاه حمایت مالمون درست میشه ولی خب امروز بچههایی که همون هفته پیش اسمشون رو خوندم بازم میخونم چه حالا بچهای های چه بچهای که توی ایران بودن و دمتون گرم که اینقدر بهمون انرژی دادید اما بریم سراغ جی تی شیش که بالاخره بعد از این همه بالا و پایین اون لیک های وحشتناکی که هممون نگران بودیم وای زد ترکوند باز الان مجبورن اینا جوگیرن اینا همیشه خبرش میومد که مثلا برای یه دونه تریلر ردت و 250 نسخه ساخته بودن <applause> اینجا توی صنعت گیم مثلا باور کن نهایت دو تا دونه تریلر بسن اینا 150 تا دونه تریلر برای اون اولین تریلر ردت ساخته بودن که بعد یکیشو قبول کرده بودن و خب اون چیزی بود که ما دیدیم به همون منفجر شدیم و میگم یه دفعه حساب کن 7 8 ساعت از بازی نیمه تمامت بیاد بیرون و تو نتونی اولین برخوردی که میخوای برای اون پلیر ایجاد کنی یک برخورد حساب شده قوی باشه از اون چیزی که تو میخوای ببینن خیلی نگران بودم من که این بهشون صدمه زده باشه و خب میگم متاسفانه همین مسئله که انقدر مثلا دیدید که یه بچه بوده رفته بوده اینو هک کرده بوده خب یعنی بچه هم گرفته بودنش دیگه و من وقتی به این فکر میکنم نمیدونم چه برداشت چون از این میکنم که آیا این آدم باهوشی بوده طبیعتاً کسی که تونسته حک کنه آدم باهوشی ولی چطور ممکن آدم اینقدر باهوش باشه توی حک کردن و نقاط ضعف ولی بعد اینقدر خنگ و احمق باشه که به جایی که بره باشه کار به درد بخورتر انجام بده <laughs> یه پولی به دست بیاره زندگیشو بره. بره مثلا اینا رو لیک کنه این ویدیوهای مال مثلا گرند تو... گرند رو لیک کنه و بعد لو هم بده اینقدر تابلو لو بده یعنی من واقعا باورم نمیشه که اون طرف پشت این قضیه بوده میدونم کل اطلاع از که اینا بودن یه بچه بوده اون حرفا تو لندن و اینا ولی بازم نمیخونه یعنی این رفتار احمقانه با اون کار هوشمندانه هکه نمیخونه است نه ولی خب چیکارش میشه کرد الان ما امسال توی اوپنینگ نایت لایو جف کلی هم دیدیم که یارو پرید رو سن حالا گفتیم میخواد بم منفج چی چرا نشون نمیدی چرا نشون نمیدی که واقعا میگم همه اینا منو نگران میکنه جی تی ای که هر چیزی باشه خیلی ها بهشون بر میخوره و خوششون نمیاد برای همین من امروز گفتم خب بچت بشینم فکر کنم ببینم که برای شخص من هیچ وقت اوور هایپ نیستم روی چیزی من همیشه رو همه چیز هستم. حتی دیدید که استارفیلدم بیشترین انتقاد بهش میکنم ولی وقتی باز کردم خب از این چیزاش خوشم میاد تمام شد رو اوکی نه اوور هایپ بودم برای که واقعیت چی داشتم میدم گفتم این حرفایی که دارن دوره این بازی میکشن اینا الکیه اینا امکان نداره اصلا بتستا نمیتونن کارهایی که اینا دارن میگن انجام بده و خب همون چیزی که بود میدونستم شد و به من بر نخورد اوکی بودم باش و سر جی هم واقعا یه دیدی که بهش دارم و میخوام امروز باهاتون درمیون بذارم حالا شما هم نظراتتون میتونید بگید ولی قبل از اینکه بریم اول بخونیم که نامه که سم هاوسر خیلی خوشم اومد که ببین راکستار شما هیچی ازش نمیدونید نمیدونید چه خبر اونجا کی کارگردانه کی موسیقیدانه هیچی معلوم نیست کی داره چی کار میکنه و اینا و وقتی بازی میاد میاد کنفرکن میکنه پول در میاره تمام میشه نه کسی میاد جایزش بگیره شما حتی میرید که سم هاوس و اینا انگار برای شما مهم نیست هیچ وقت هیچ مصاحبه ازشون نیست هیچ خبر نیست که آقا اینا کی هن؟ طرف واسه میگه اینا ایلومیناتی ها. این حرفا هست که میگن بعضیا نه ولی واقعا کار درستی هم میکنن خب با این کارشون شاید زندگی راحت هم داشته باشن هر جایی دلشون بخواد میرن پول هم که خیلی دارن و این حرفا ولی نامه که گذاشته خیلی مفهوم داره حالا با هم دیگه میخوایم تحلیلش کنیم گفته ماه آینده 25 مین سالگرد تاسیس راکستار گیمز که تو روح اون جی 5 که 10 سالشو به گند کشید و نذاشت دیگه اینا چیز دیگه بسازن واقعا به فکر کنید یعنی و مشکل گیمران به نظر من راکستار مشکل نیست مثلا شما فرض کنید من میتونستم هر روز بیام همین پادکست که دارم میذارم رو بذارم فقط هر دفعه یک کوچولو یکمش عوض کنم و هی ویو بخوره هی درآمد من ایجاد کنه خب خب چه دلیل داره که من برم یه نوع دیگه از یه چیز دیگه رو بسازم خب راکستار و قضیه که سر جی تی همینه وقتی نگاه میکنه به ساختار جی تی آنلاین برای من که گیمرم برای من که عاشق جی تی ای 5 و این حرفا بودم نمیتونم با آنلاینش ارتباط برقرار کنم چی ان اینایی که این همه هر ماه انقدر پول تو این بازی دارن خرج میکنن که آخر ماه میبینه این بازی همتراز با بازی که تازه اومدن هفتاد دلارن نه مثل اینکه ده دلاره خب یعنی واقعا میگم و بعد شما نگاه میکنی مثلا من داشتم نگاه میکردم به آمارهای فروشی که در ماه گذشته بود چون یه مسائل پیش اومد تو ماه گذشته حالا نمیخوام خیلی واردش بشم اینکه لیستی که از پر فروش ترین بازهایی که ماه پیش اومد شما نگاه میکردی لیستی سر بازی ها توش نبود مثلا بلدرز گیت توش نبود رزنتیبل چی بود اسمش اون دی ار سی سپرت ویس توش نبود دیگه یه دو سه تا دو سه دونه بازی رو میدونم مثلا سایبرپانک فانتوم لیبرتی رو نگاه کردی نبود بعد داشتم به این فکر میکردم گفتم نوشته بود بالاش تو پرانتز که فقط بازی هایی که فول هستن یعنی رزیدنت ایول که دیل سی بود فانتوم لیبرتی که دیب. خب استارفیل هم اول گذاشته بودن دیگه. من گفتم آقا این چجوری اول شد وقتی اونا رو از توش حذف کردن اونا باشن این اول نمیشه و بعد ولی این نکته برای جی تی ای اومد تو ذهنم که جی تی ای هر ماه توی این آمار فروش آمریکا یعنی اینا فروش برنامه یا این چیزا نیست خرید در اون برنامه اینا نیست نه در طول این ده سال گذشته هر ماه یه جماعت بسیار گنده ای می میرفتن و جی تی ای می خریدن با قیمت 10 دلار 20 دلار بگم من بیشتر 60 دلار نیست جی تی ای 10 دلار الان فکر کنم نسخه همین نسل جدید 10 دلار و اینقدر خوب یه بازه کامل محسوب میشه دیگه انقدر اینا میخریدن که این توی لیست در حال که حساب کن اگر بخوان خریدای در اون برنامه ای ایناشو بیارن چه شود باور نکردنیه یعنی من این تحلیل رو میکنم به جایی که بیام حال درد با اون آمار فروشی که مشکل داشت صحبت کنم اینو بهتون تحلیل میکنم که ببینید یه بازی انقدر میفروشه برای من میخریدنش داشتن و اینجوری من تحلیلش کردم تو ذهن خودم اینجوری نیست که مثلا یه سری آدما نخریده بودن رفتن خریدنش نه ده سال گذشته توی این ده سال نسل گیمرها ها عوض شده ده سال پیش من 20 سالم بوده خب من مخاطب صنعت گیم بودم الان یه 20 ساله ای که اون موقع ده سالش بوده رسیده به 20 سال و میتونه برای اولین بار بره GTA بخره چون شاید تا قبلش تو حالا آمریکا پدر مادرش اجازه نمیدن بازی این مثل جی تی ای رو بازی کنه و نسل ها عوض شده و دارن آدمایی که جدید گیمر شدن که به جی تی ای بخورن میخرن اون بازی رو ولی به حال ما آینده 25 مین سالگرد تاسیس راکستار گیمز مرسی از پشتیبانی شگفت انگیز گیمرها در سرتاسر سر دنیا که این فرصت رو به ما دادن تا بازی هایی که واقعا براشون شوق و هیجان داشتیم رو بسازیم بدون شما هیچ کدوم از اینا ممکن نبود و از همه شما که در این سفر با ما همراه هستید ممنونیم <تص> میلیاردها دلار <تص> <تص> دوش جونشون راکستار گیم در سال 1998 با این ایده که بازی های ویدیویی مثل دیگر انواع تفریحات بخشی اساسی از جامعه انسانی خواهند شد تأسیس شد امیدواریم که با بازی هایی که ساختیم و شما دوستشون داشتید بخشی از این تکامل بوده باشیم دوست داریم با هیجان بسیار اعلام کنیم که در اوایل ماه دسامبر اولین تریلر جی تی ای بعدی رو به شما به نمایش میذاریم نگفته جی تی 6 و سر که برای سالها بازی های مختلف خودمون رو به شما به اشتراک بذاریم اعتبار منظورشون بتل پس های بعدی جی تی ای. چون عمرن بعد از اون بازی دیگه چیزی ما از راک ببینیم ولی یک کلمه که به نظرم این اشاره که میکنیم که 1998 ما ایده ایده اون این بود که گیمینگ بخشی اساسی خواهد شد که شده به حال و امیدوار بودیم که این اینکه بازی که, که ساختیم شما هم بخش از این تکامل بوده باشید اِوولوشن میگه یعنی تکامل صنعت گیم این که به اینجا رسیده که واقعا بخش اساس اصلیه الان دیگه واقعا زده رو دست سینما دیگه گیمینگ ولی اینو میتونم برداشت کنم ازش که یه چیز بسیار خفنی خواهد بود این جی تی خواهد بود واقعا دیگه تکامل به سطح جدی میرسونه واقعا آخرش هم گفته ممنون سم که میدونیم داداشش دان هاوسر هم جدا خب یکی از نقاط نگرانی من برای جی تی ای بعد اولا بگم نگرانی که میگم نه اینکه بد بشه نه برای من هر چیزی راکستار بسازه درجه خواهد بود هر چیز همین الان برای من درجه خواهد بود خب همونجوری که روزی که داده دو اومد و بیاد من هیچ وقت اینو یادم نره به همیشه میگم داشتم بازی میکردم هی hey, یکی سیمان میگه آقا این چه اینجوری اونجوری ایراد میگرفتم به اون بازی اصلا برای من قابل پذیرش نیست ایراد گرفتم به این بازی هایی که سطحشون بسیار فراتر از صنعتی گیمه به حدی فراتره که شما الان بعد از این همه سال آخرین شماره جی تی ای که من سال 2013 اومده دیگه هم جی تی ای 5 که بوده الان 2023 هستیم نگاه کنید استاندارد هاش رو حتی هنوز خیلی نرسیدم بهش به این یه واقعیت یعنی با سخت ابزار و اون موقعی که پلی 3 و 360 بوده چیزی خلق کردن که یک کسی مثل که مثلا کی بیایم مثال بزنیم آقای چی اسمش یوبی سافت نتونسته نزدیک بشه بهش در حالی که الان خیلی راحت‌تر میتونسته اون کار رو بکنه چرا نتونست برای که نمیخواد اصلا به اون سطح استاندارد ها برسه بنابراین این اگه یه شرکتی داره با این سطح از استاندارد کار میکنه من در واسه در خدمتشم پولم هم آماده است یه نکته هم بگم یکی از الان من انقدر هیجان زیاده که بچه‌ها من تو گفتم شنیدم که جی تی ای بعدی 150 دلاره <تصحیح> اون 70 دلاره اینا دیگه به حال استاندارد ها همین ولی شک نکنید که همونجور که کالاف دیوتی میگه یه هفته قبل ترش نمیدونم اگه پیش خرید کنید انقدر میدیم اونور مایکروسافت ماکروسافت 100 دلار میگیره برای که بازی یه هفته زودتر بذاره جی تی ای هم احتمالا این کار رو خواهد کرد چون د... یعنی مثلا چی, چی بود اسمش هاگوارس لگیسی چیکار کرد نسخه 80 دلاری گفت نسخه 80 دلاری رو هر کی بخره یه هفته زودتر به نظر من بلاکستار همین کارو میکنه به 80 دلار چون 100 واقعا 100 میش... میای یه بخش بزرگ از جامعه رو میندازی 100 تاشغال چون کیش عاشق اون بازی هم باشه 100 نمیده من خودم برای عاشق هاگوارتس بودم نخریدم 80 رفتم ظرفیتیشو خریدم اکانتشو ولی جی تی ای 80 باشه نوکرش هم هستم 80 دونی آقا مثلا <applause> یه <applause> سه چهار روز تا ولی بازم من همیشه معتقدم که همه با هم بعد با بازی کنن آقا اگه کسی 80 دلار میخره یه چیز خفنی بهش بده چه میدونم این حرفا ولی واقعا حالا این نکته پس 70 دلار نگران نباشید اما قرار اوایل دسام این تریلر بیاد دیگه این گفته بودن که اوایل دسام این تریلر میاد که خب امیدوارم قبل از یا قبل از گیم اووردز باشه که هشتم دسامبر فکر کنم یا بعدش باشه کام یعنی بعدش نباشه خداییش نامردی چون همه بازیایی که اونجا هست تو زیر سوال میبره بازیایی که شاید خیلی هاشون نیاز داشته باشن به اون کمکی که از گیم اووردز میگن گیم اووردز هم شک ندارم که از ایندیا پول نمیگیره حالا شاید از یه بازیای تبلیغای اونجوری پول بگیره از ایندیا پول نمیگیره فقط صرفا نمایش یک بازی خفن رو میتونیم اونجا ببینیمش و قاره ای قبلش بیاد واقعا هفته پر از های رو ایجاد میکنه برام مثلا چهارمش بیاد چهار روز ملت خودشون خفه کنن با تریلر GTA و بعد توی گیم اواردز چیز کنن توی گیم اواردز مثلا یه واردیه تریلر نشونش بدن و بعد برن سراغ بازی های دیگه اینجوری یه چیز حس خوبی میشه شاید هم نکنن این کار قشنگ بردن همون فرداش بذارن و میگم <تصحان> <تصحان> هیچ چیزی توی این صنعت گیم رو حساب کتاب نیست روزا متاسفانه ولی <تصحان> <تصحان> دیگه استارت میخوره کمپین تبلیغاتی استارت بخوره و احتمالا 6 ماه بعدش هم بازی منتشر میشه راکستار نشون داره تو کارهای قبلش که خیلی کشش نمیده وقتی نشون میده میخواد بازی رو عرضه کنه و حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چه انتظارات معقولی با هم میتونیم داشته باشیم از جی بعدی طبیعتا خیلی اولین چیزی که همه صحبت میکنن ازش گرافیک بسیار بالا و اینجور چیزاست خب ولی سوال من اینه. اونی که میگه گرافیک بسیار بالا آیا دیگه گرافیک پایینی داره نه ردت بسیار گرافیک بالایی داره و خیلی جزئیات بالایی هم داره یعنی من وقتی نگاهش میکنم میگم دیگه والا اصلا چقدر بالاتر میخواد بره دیگه این همه چی رو راحت کرد مگر اینکه جزئیاتش بیشتر بشه نظر گرافیکی نگاهش میکنی میگی بله خیلی بازی هر زمان اون ردت رو بره بشینی بازی کنی واقعا کیفیت خیلی خوبی داره طبیعیه بنابراین من میام تو ذهن خودم میگم که پس اوپن ورد این بازی با استی بسیار خفن تر شده باشه مکانیک ها و اون سیستم های شبیه سازی که توش داره مثل جمعیت و هوش مصنوعی ایناش باید بهتر بشه خب ما آخرین اثر که ازشون داشتیم همین رداد دو بوده که دقیقا میبینیم باز ادامه راه بازی های قمون جی تی ای وی بوده ولی با جزئیات بیشتر با دقت به جزئیات یعنی قضیه فقط نیست که قدرت سخت افزار رفته بالا نه اینکه بیزه اسب توی هوای سرد و گرم تغییر میکنه شکلش رفت به قدرت پلیسیشن فور این حرف نداشته خاطر دقت که اینا به جزئیات داشتن بوده خب و بنابراین انتظاراتی که از GTA 6 داریم و خب حرفا هم که خودشون میزنن مثلا خود تیک تو گفته GTA 6 یه چیزی باشه که هیچ وقت دیده نشده باشه ولی آشنا هم باشه این یه نکته اساسی واقعا یعنی آشنا باشه و فکر کنم از ردت دو هم یکم درس گرفتن که خیلی نمیخواد به سمت ریالیستیک برن چون من از خدامه واقعی واقعی بشه رانندگیش واقعی بشه و اینا ولی ردت دو نشون داد که جامعه گیمری الان فقط دوست داره یه چیزی رو بهش بدن که بشینه دکمه رو بزنه بره جلو فقط خودش بره جلو یعنی اصلا نمیخواد درگیر خیلی مسائل بشه و خب اینا قطعا به این نکته دقت میکنن خیلی پیچیدش نمیکنن ولی کارهایی که میتونن بکنن برای که لذت ببرن گیمرها و همه لذت ببرن به نظرم اولین چیز تفنگ زدن تفنگ ها تیرانداز توی این بازی یکی از چیزاییه که خب بد نیست ولی خیلی فاصله داره با چیزی که خیلی لذت بخش باشه و خوب باشه بنابراین تیراندازی و اینای بازی رو بعد خیلی مثلا حس تیراندازی رو بهتر کنن کاورگیر رو بهتر کنن حسش رو بعد مثلا اینکه چیزایش که خیلی دوست دارم مثلا به چیزشه اون مثلا سیستم تیراندازی به آدم ها وقت تیر میزنی ما میدونیم تو ردت یه چیز تو مایه های گردش خون و این چیزا بود ولی باز واقعی ترش کنن که وقتی تیر میزنی مثلا تو پای طرف که میزنی پاش درد بگیر شروع به لنگیدن بعد ازش خون میرم تو خونش دنبال مثلا این چیزا مثلا خب یا مثلا اگه زدی تو قلبش بمیره اینجوری باشه که هلت نداشته باشه دشمن دشمن کاملا به واقعیت صدمه بخوره پاش بزنی حالا پاشه قلب بزنی بمیره فقط هد نباشه که تا هد زدی بمیره قلبش هم اگه زدی یا مثلا تو ریج زدی یا رو زمین مثلا صداش اینجوری توف بالا داره میاد این هم چیزایی اینا رو خیلی مثلا حال باشه بعد ماشین روندن یک از چیزایش که خوبه بهترین واقعا بین بازی اوپن بورد جی تی ای رانندگیش و من همین اواخر نیستم نسخه پلیشن فایب باز کم چه استفاده از دوال سنس کرده او مای گاد یعنی اگه تونستید حالا چه آنلاینش که مفتی شده بوده مدتی ولی همون سینگل پلیش که کنم ده دلاره بگیرید ببینید چقدر قشنگ از دوال سنس استفاده کرده ماشینا حس دنده کردن توش ما لیز که میخوره تیراندازی ها نه قشنگ از دوال سنس استفاده کرد خیلی خوشم اومد Uh, پس ماشین ها مدل های بیشتری داشته باشن وسایل نقلیه بیشتر یه یعنی مقدار هواپیما و, و ایناش یه مقدار واقعی سیستم کنترل uh, کردنشون حالا اما اینا رو گفتیم اینا چیزایی که به نظر من به اون دنیاش به حال این تغییرات رو خواهد کرد اما نظر داستان یکی از چالش ترین مسائل دن داداش داداشه رفته درسته که سم هست نمیتونم به این نتیجه برسیم که آره همه کار دن بوده ولی خب ما الان توی دوره متفاوتی هستیم از دوره که 2013 بود 2013 چیزی به اسم ووک وجود نداشت این حرکتی که الان توی چی به قولن چی میگن هالیوود راه افتاده نبود اینکه دایورسیتی اینکه حتما به زورم که شده باید الف سیاه پوست داشته باشیم خب <laughs> الف ژاپنی داشت ویچر ژاپنی داشته باشیم ویچر سیاه پوست داشته باشیم خب و از این چیزا نبود توی اون و الان به می الان توی دوره الان شما نگاه کنید واقعا به همین وضعیت که الان هست توی آمریکا نگاه کنید میبینید که واو که چیز خطرناکی شده و شوخی بردارم نیست یه دفعه میبینی که رسانه ها دستشونه و بلا بازی رو نابود میکنن اگر یه سری چیزها رو راحت نکرده باشه قطعا ما توی اون لیک هایی هم که ازش اومده بود دیدیم که یک شخصت زن انتخاب کردن اون طبیعیه اون اصلا ووک نداره طبیعی آقا این همه وقت مرد 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 بوده حالا بعد یه زن بیاد یه تفاوت توش ایجاد کنه اون اصلا رفت ووک نره ولی یه سری چیزا هست که مثلا ترس از این که دست روی سری نقاط که اون موقع اون انتقاداتی که میکرد توی جی تی ای تمسخر سیاهی که توی بازیاش بود اونها رو بردارن از توش از ترس اینکه بر بخوره به نفری نه یعنی مثلا من کجا میفهمم که جی تی ای خوب عمل کرده و نترسیده اینکه علاوه بر اینکه مثلا اون افراد راستگرای آمریکایی یا اونایی که که تو بازاش خیلی اینا مسخره میکنن دیگه اینایی که تو نقاط اطراف شهرهای آمریکا زندگی میکنن آدمای راستگران ترامپی ترامپیا و اینا اینا رو میخواد مسخره کنه اونایی که طرفدار ترامپ هستن اینجور چیزا حالا مثال دارم میزنم با هستی اون هم مسخره کنه اون رفتارهای عجیب غریبی هم که توی مثلا اون ووکیا هست این که مثلا من مثلا خیلی دوست دارم مثلا ببینم یه کوستی مثلا توی جی تی ای باشه که بیاد این قضیه که اینایی که ووکن میگن این ترانس جندر ها باستی اگه یه نفر ترانس جندر مثلا یه زن یه مردیه حالا شده زن میتونه بره تو المپیک زنان شرکت کنه و با زنها رقابت کنه خب یه جوک بزرگ از نظر من و اینو بیاره به صورت خیلی بامزه بکارتش و ووکیه رو انتقاد کنه ازش این دقیقا مثالی که میتونم براتون بزنم اگه این کارا رو نکنه و فقط بره سمت اینکه اون ترامپ تفکر ترامپیا رو بخواد بترکونه و اینا بازیش مشکل دار میشه و نظر داستانی اون چیزی که بوده نمیشه خب همیشه تو نسخه های مثلا میگفتن میگفتن ج... جی تی ای هوموفوبیکه یعنی ضد اوناست ولی نه دو طرفو داشت دو طرف بود بخشای مسخرهشون رو به انتقاد میکشید من نگرانم که اون رو نکنه ولی امیدوارم بکنه کاراکتر زن اومده توش طبیعتا و حالا بعد ببینیم چیه چون لیک هایی که شده به قیافه رو دیدیم و اینا و باستی اعتماد تغییرات توش ایجاد کرده باشن که اونا از ذهن ها پاک شه از اینکه بگذریم میرسیم به نکته اصلی این بازی شهرش شهری که میدونیم وای سیتیه. دیگه باعث لیک هایی که دیدیم وای سیتیه ولی نه اینکه وای سیتی که تو چار... تو نسخه بود و خب یه شهر کوچیکه طبیعتاً دیگه الان بخوای مقایسه‌اش کنی با این چیزی که الان هست یه بخش اصلی ماجرا تو بای سیتیه حالا اینکه وسعتش چجوریه من دو تا حالت تو ذهنمه که خب یه چیزی که تا به حال دیده نشده ولی آشناس یکی اینکه اون خوبش اینه که مپی که میسازن یه مپی باشه که تمام شهر یعنی سن آندریاس، لوس سانتوس، وای سیتی، لیبرتی سیتی که میشه نیویورک خب همه رو بیارن ولی فاصله ها رو رعایت کنن چون اگه حساب کنیم لس سانتوس اگه بگیم لس آنجلس شرق آمریکا میشه شرق دیگه درست نه غرب آمریکا میشه اون ور لیبرتی که نیویورک باشه میشه شرق آمریکا و این دو تا فاصله دارن یه فاصله خیلی زیادی با هم دارن نظر ساعتی و روز و شب و اینا هم با هم خیلی فاصله دارن بیاد یه جوری اینو به هم وصلشون کنه مثلا یه شهر لیبرتی سیتی با اون وسعت باشه که شما بهش سفر کنید و در این میون یه سری مراحل بین راهی باشه اون مناطق بین شهره باشه و از اون مناطق بین شهره باز برای همون شوخی های چیزیشون استفاده کنن شوخی های ریزی که مثلا اتفاقهای محلی که اونجا میفته و کارهای جالبه که تو سر مثلا میتونن قشنگ اینجوری بشه دیگه از شرق به غرب و آمریکا قشنگ کل لایه های مختلف این جامعه رو نشون بدن من ایدم اینه که میتونه خیلی خفنش کنه شرق به غرب چون نیویورک کاملا فرق میکنه با این طرف که چیز لس آنجلس که تو لس سانتوس باشه اون وسط وایس سیتی وایس سیتی میشه نمیدونم میامه یا میشه مثلا چیز میشه لاس بگاز چیز توی مایاس ترکیبی از ایناست دیگه خب از دقیقا همون وسط قرار میگیره دیگه اینجوری بکننش خیلی باحال ولی خب یه سری لیکای بودن که میگفتن که نمیدونم قرار همش تو وای سیتی باشه ولی تو دو های زمانی مختلف اوکی این برای سینگل پلیرش میتونه جالب باشه و خب طبیعتا دو تا شهر متفاوت دو تا حس متفاوت لباس های مردم باید تغییر کنه نوع صحبت کردن مردم تغییر میکنه یکیش خیلی امروزیه یکیش خیلی مافیایی دوره اون قدیم میشه مثلا اینجوری بعد ماشین ها باید کاملا متفاوت باشه خب خیلی کار زیادیه و دنیاش از یک پارچگی در میاره در حالی که اون چیزی که من میگم برای آنلاینش هم بهتره یعنی آنلاینش اگه بخواد دو تا شهر با زمان های مختلف باشه میپاچونه گیمرها رو از هم دیگه باز میکنی یه گروه آره من از گذشته خوشم میاد گروه از آینده خوشم میاد ولی اگه یه مپ گنده باشه که این همه مسافت به این طولانی از شرق به غرب آمریکا نه اینکه دقیقا همون اندازه ولی یه فاصله طولانی اینجوری رو ف... پوشش بده خیلی برای آنلاینش که همون هم میدونیم دیگه اصل کار اونجاست مطمئن باشید خودشون هم درسته که جی آنلاین یک پروژه تست بود و یه دفعه تبدیل شد به چیزی که فکرش نمی‌کردم اما جی تی ای آنلاین بعدی که قرار بیاد هدف ساخته شدن این بازیه و قطعا خیلی بهش فکر کردن که یه چیزی بسازن که قرار پولهای کل <applause> بودجه این شرکت از اونجا در بیارن قطعا شما نخواهید دید نمیدونم دیرسی داستانی برای اون بدن همونجور که برای ردت نهدن دیگه ردت هم یه مدار آنلاینش رو ساپورت کردن ولی ول شد چرا؟ به خاطر اینکه ساختار آنلاینش هنوز حالت قدیمی داشت جدید نشده بود خب من هر وقت می‌رفتم نمی‌فهمیدم چیکار می‌کنم چی چی الان گزینه‌ها رو انتخاب کنم برم بازی کنم مشخص نبود خب قطعا الان ما شدیدیم جدیدن رفته اون شرکتی که رول پلیینگ جی تی ای آنلاین رو اجرا کرده خریده خب برای چیه برای که میخوان از اونا کمک بگیرن و رول پلیش کنن به جایی که ملت دارن بشنن تو سرورهای غیر جی تی بازی کنن بیان تو سرورهای خود راکستار بازی کنن خریدهای در اون برنامه خود راکستار رو را استفاده کنن و ما میایم چیز میدیم یعنی میام اولا اون قدرتی که یه نفر بتونه سرور اختصاص داشته باشه رو میدیم ازش پول میگیریم از اون طرف سرورهای پابلیک یا عمومی خودمون رو داریم که چون اومدیم اون کسی که پشت این قضیه, قضیه ای آر بوده رو خریدیم اون میدونه نبض این قضیه ای آر پی رول پلیینگ نقش آفرینی چیه اون به بهترین شکل میتونه این زنده نگرش داره تیممونم میاد بازی رو ساپورت کنه عادت خوبی توش در میاره واقعا به نظرم بیشترین تغییری که شما احساس خواهید کرد تو جی تیه بعدی تو بخش آنلاینش یه بخش آنلاینی خواهیم دید که بسیار پیشرفته از این چیزیه که واقعا گیر کرده تو دو دوره 360 این ها خیلی قدیمیه و شما اصلا منوهاش مینی گیر داره من نمیفهمم اصلا چجوری کار میکنه من واقعا نمیدونم اصلا چی کار دارن توش میکنن تو اون بازی اینا که جی تی ای آنلاین بازی میکنن نمیفهمم واقعا همش چیزی که من دیدم تو اینترنت اینه که یه گروه پلیسن یه گروه دزدن هی همش پلیسا میان دزدا رو میگیرن هی با هم مثلا معامله صحبت میکنن بعد پلیس <تصفح> اصلا مسخره است نظر واقعا یک یه مدت اون اوایلش بود یه سری آدمای باهاش طنز ایجاد میکرد الان واقعا مسخره شده همش دارن یه کار انجام میدن یکیش پلیس یکیش دوز میگیرن هم دیگه دو ساعت وای میسن ما هم صحبت میکنن بعدا ولش میکنن میره این پس این مهم خیلی این قضیه سرویس شدنش و به آنلاینش سر راست بشه فست های مختلف و محتوایی داشته باشه که بتونیم ما هم که سینگل پلیر باز هستیم مثل فورتنایت فورتنایت کاملا یه بازی سینگ آنلاینه ولی من هر بار که میرم توش با یک مپ جدید رو میشم کارهای مختلف میتونم توش انجام بدم الان نگاه کنید مپ اوجی یعنی ورش مپ قدیمی ها رو ورده من رفتم تو اون دوستم کاری نداشتم با کسی داشتم بودم اه اینو یادم اون موقع اومده بود این یه دنیای زنده لایو از سرویس نه اینکه یه چیزای ساخته ایونت های ساخته که هر کدوم میزنه میگه ده نفر بعد همرات باشن بتونی بری توش نه اصلا بازی های آنلاینی که شما رو مجبور کنن با کسی کو آپ بازیش کنی شکست میخورن نظر من توی کل با یه جوری که آقا من میخوام سینگل بازیش کنم اگه سینگل بازیش کنم این تجربه است همون کار میکنه اگه بخوام چند نفر رو کنم خب با دوستان دارم اون کار انجام میدم و این هم بالاخره معرفی شد و شکل دارم تا همین سال 2024 میاد و چه شود سال 2024 حالا آره امروز میخوایم صحبت کنم ازش سال 2024 هم از اون سال عجیب قرار خواهد شد مثل همین امسال اما تو هفته که گذشت بالاخره پلی های اسلیم که ما میگیم استیم خودشون بهش میگن پلی جدید یه قرار پلی این باشه به بازار اومدن تقریبا یه سری آدمایی و بازشون کردن مقایسهشون کردن مقایسه هایی که انجام شده نشون میده که دقیقا سونی داشته تو همون جعبه گنده به سمت این میرفته و اون چیزی که گذاشته توی این سری جدید صرفا اون قضیه اینه که دیسک جدا شونده بهش خورده بشه حساب شده ان نظر نانومتر تغییری نکردش یعنی تغییر که کرده نسبت به نسخه اولیه که من دارم مال من 7 نانومتریه اینا 6 نانومتریه خب ولی الان سری های جدیدی که تو بازار ایران 12 میگن چی میگن اونا هم 6 نانومتریه از نظر چیپست یکی هن. ان نظر حرارت یکی هن. باز اون شایه های دروغینی که قشنگ مشخص چقدر از این قضیه لیکوید متال لجشون گرفت یه گروهی هی میگفتن آره لیکوید متال میریزه از توش این حرفا و باید عوضش کنن سونی احتمالا عوضش میکنه تو این شماره خب ببین یه چیزی به این سادگی رو انقدر هی میگن نه این هم لیکوید متاله خب حالا چیکار کنیم الان لیکوید متاله <laughs> و نه از اون تکنولوژی دو قرن پیش خمیر سیلیکون استفاده کنه لیکوید متال برای اینکه دما رو بهتر منتقل کنه و خب مقایسه های کرده بودن تفاوت خاصی اتفاق نیفتاده چون نانومترش تغییر نکرده مصرف برقش تغییر نکرده ولی خب تغییر نکرده ولی کوچکتر شده خب یعنی سایز کنسول کوچکتر شده شکلش عوض شده فنش مثلا اندازه گرفتن صداش کمتر شده یه ذره خب پس یعنی بهبود بده کرد دیگه اون موقع بعد یه چیز سایز گنده ای بود برای اینکه بتونه این دما رو تخلیه کنه الان با یه سایز کوچیکتری داره این کارو میکنه فنش 19 پره شده مثلا باز کردن کنسول مقدار شاید راحت تر شده باشه فقط میگیری میکشی باز میشه دیگه این حالتی که اینجوری بعد یه چیز رو بالا نگهداری از پایین هول بده نیست یه مرحله است بکشش باز میشه فشارش بده بسته میشه چهار تیکه شده ولی الان دیگه خب میدونیم اس شده یک تروبایت و از چیپست های سامسونگ باز هم استفاده کرده من اینم یادم رفت بهتون بگم که من هم اسپایدر من هم ام وی که دو رو روی همین اس جدید سامسونگ که به پرسشن هم اضافه کردم بازیش کردم دیدین که هیچ مشکل نداشت گرم نکرد حالا نمیگم شما این کار بکنید ولی هیچ سینک هم نداشت و مشکل نداشت یعنی اون روز بچه هم گفتن اوه امین اگه هیت سینگ نداشته باشه نابود میشه خدا که تو مشکل پیش نیمده نمیگم شما بدون هیت سینکش رو بخنید ولی میگم مشکل پیش نیمده با واقعیتش و اسپایدرمن که دیگه ته بازیه بود که از SSD استفاده میکرد من نشستم سی ساعت سی یک ساعت اونور بازش هیچ مشکل نداشت بعد چیز دیگه که داریم میبینیم اینه که همه چیز دیگه هم شکل همون قبلی یعنی ساختارش که اس رو شما بعد مثل همینه میتونید هر نوع اس اس تی رو توش بذارید پشتش خیلی محفظه هاش بزرگتر شدن خب که حتما دمای بیشتر رو تخلیه میکنن و خب امسال تعطیلات انفجاری برای پرس فروش پلیسشن 5 خواهد بود اینا همش خیلی هاش فروش میره الان باندل چیز رو گذاشتن باندل همین کالاپ دیوتی رو گذاشتن که مثل که هیچ هزینه اضافی هم روش نیست شما هر قیمت یعنی 500 دلار که میخری 550 میخری یا 450 که میخری دیجیتالی شو اون بازی که به دست بازی رو به دست آوردی هیچ پول هم اضافه نه براش دیگه این هم میدونید که دیگه آخرین سالی که از این چیزا اتفاق خواهد افتاد برای پلی و کال اف دیوتی خب و از اون برای امروز یه دونه تبلیغ جدیدم اومده برای تعطیلات زشون تعطیلات کریسمسشون به اسم Feel it ناو on پلی 5 یعنی روی پلی استیشن 5 حسش کنید تبلیغ جالبیه یه سری بازی های مثل هاگوارس لگیسی و گاد و توشه یه چیز هم که توش دیدم یه سری بازی, های بازی های که نمیش یکیش بود اینه مد مکس بود خیلی میتونه خفن باشه بازی مد مکسی بیاد برای پرستیشن این هم حالا شاید اشاره بهش کرده باشن و خیلی تبلیغ قشنگیه از اون بر میدونیم چند روز دیگه پلیستیشن پورتال میاد همین کنسول ریموت پلی دسته که سولد شده نمیخواد بگردید برای خریدنش همه خریدن تا تموم شده رفته و احتمالاً باید صبر کنن اونایی که میخوان بخرن یه مدت دیگه بیاد بیاد ببینیم چیه ولی سال دیگه سال مهمیه برای پلی استیشن تا... یعنی از سال دیگه به دو بخش تقسیم میشه تاریخ پلی ما میدونیم که کنکورد بازی اولین بازی لایو از سرویس از استودیو فایر واک استودیو فکر کنم باشه گفتن 2024 نمیدونم گفتم اوایل 2000 گفت گفتم 2024 و طبیعتا تبلیغات شروع میشه دیگه اون بازی هیچ خبری هم ازش نیست میدونم این روزا خیلی حمله داره میشه به دستینی و این حرفا به خاطر که نمیدونم یه سری تعدیل نیرو داشتن و اینا خیلی بحث ها هست. بحث چرت و پرت اونایی که دارن این بحث ها رو میکنن دقیقا اونایی هستن که وضعیتشون مشخصه کی هستن و من وقتی میبینم اونها اینقدر دارن با آب و تاب میخوان یه جوری القا کنن که وضع خرابه میدونم که بس خراب نیست اونا میخوان اینو القا کنن تا ترس خودشونو پوشش بدن این ترسی که تو وجودشون افتاده از این قضیه و حالا شاید بعضیا بخندن از این قضیه ولی من وقتی به تیم که پشت این بازی هستن نگاه میکنم آدمایی که هستن اگه اینا نتونن بازی لایو از سرویس بسازن سونی بعد بعدش دیگه کلا از لایو از سرویس بیاد بیرون و بازار رو تقدیم کنه به مایکروسافت با لایو از سرویس هاش و اونا بدرونن و برن جلو خب اگه اینا نتونن بسازن هیچ کس دیگه نمیتونه بسازه بازی لایو از سرویس بنابراین کنکورد سال دیگه شروع این قضیه است ولی در کنارش وولوریان که خب صحبتاش هم داره میشه که الان تیم اسپایدرمن دو رفته رو وولوریان داره کار میکنه فانال فانتزی ریبرس در اوایل سال هم تو زمستون میاد هنوز سال نشده یه قوله دیگه سال باهاش شروع میکنیم هنوز بازی بلو پوینت گیمز رو نمیدونیم چی چیه دیلسی گادافار خبری ازش داره میاد با اینکه گفته بود همچین چیزی نساختیم ولی داره یه خبرهایی میاد که احتمالا یه نسخه فرعی میخواد ازش بیاد تیم نینجا با اون بازی رایز آف رونین اون احتمالا اون هم گفتن اوایل میاد بنابراین اول سال 2024 برای اونا که پلیسشن 5 دارن پره چه فانتزی چه یه دونه بازی سولز لایک سایلن هیل امسال سکوت کامل ازش کردن طبیعتا احتمالا تحقیق خورده به سال دیگه سایلن هیل چیزه و کلی بازی دیگه هست که میگم هیچ خبر ازشون نیست ولی قطعا اونم به وقت خودش تا تعطیلات امسال هیچ گونه نمایش دیگه نخواهند داشت تعطیلات که تموم شد به محضی که میخوان مثلا اون فانال فانتزی رو بذارن احتمالا یه نمایش دیگه میذارن یه دونه استیت یکم رو فاینال فانتزی تمرکز میکنه و بعد سه ماهه یا چهار ماهه اول سال بعد نشون میده دیگه سونی نیاز نره که از اون نمایشی که اون موقع حالا میدونم خیلی میخوان بذاره ولی نیاز به اون کارا نداره اشتباهه اینکه بیاد مثل اون نمایشی که اول نسل گذاشت اینکه اومد یه سری بازی ها نشوند که در طول سال ها اومد خب و تو طول دو سال اومد دیگه اون بازی که نشوند. تو اون شوکیسه همچکار نیازی سنجام بده فقط باستی نقطه ای بازاریابی کنه الان اگر بیاد بازیاشو رو کنه تموم میشه هر بار هر هفته تو هر پادکستی میان تخریب میکنن بازی رو بایستی نقطه ای سال رو به چارت نمیدونم سه تا چهار ماه تقسیم کنه چهار ماه چهار ماه بازی ها کنه این چهار ماه اول رایز آف رونین فانال فانتزی و مثلا سایلن هیل چهار ماه دوم کنکورد فلان بلو پوینت گیمز دیرسه گاد آف وار سوم فلان بازی اینجوری میتونه کنترل کنه اون پی آرش رو اون حس که تو جامعه ایجاد میشه و ارزش بازیارم هم نیاره پایین تر الان نگاه کنید اشتباهی که کرده لایو از سرویس ها رو معرفی کرد یه دفعه همه رو با هم دیگه و عملا به زرشون تمام شد در حالی که میتونست اونا رو اصلا نشون نده و فقط یک کیش که نزدیک ترین هست و نشون بده و کار تمام کنه نکرد این کار رو ما چه میدونیم چرا این کار رو نکرد و خب الان عکسی که مثلا منتشر کرده برای تعطیلات هم نگاه می‌کردم. یه کسی که الان پلی استیشن 5 بخره 2500 تا بازی گیرش میاد که لیست گذاشته اونایش که رو پلی استیشن یعنی میگه آقا اگه پل... از این 2500 تا بازی این خوباش ایناست دارم بهت میگم که اینا همش اکثرا همین یکی دو سال یعنی یک سال گذشته اومده دیگه خب خوباش ایناست ببین از این خوباش 17 18 تاش تو پلی پلاس همه اگه میخوای پلی پلاس هم بخره خب درسته همش صحبت می‌کنیم پرشن پلاس بعد و اینا اگه پرشن پلاس که توش فانال فانتزی هفت ریمیک و ریترنال و که بازی سال بفته شد و هیومانیتی و فوربیدن وست و چه میدونم دیسکو الیزیوم که کلی بازی سال برد و دیمن و دث که بازی بهترین بازی عمر من و چه میدونم چیا همه این بازیایی که داریم می‌بینیم کنایه که بهترین بازی ایندی شده اگر این بده آقا باشه بده ما میخوایم همین پرزشن پلاس داشته باشیم اگر فقط اون عکسی که اول هر ماه میاد مهمه اون که مهم نیست مهم اینه که چی روش هست و میبینیم ایناست و قطعا چیزای خفنتری هم سال دیگه میاد میدونیم قیمت چه افزایش داده و داره سعی میکنه الان ماه آینده خبرش اومد که بازی تر داون همون بازی که من خیلی براش هایپ بودم و خب گفتم بودم رو پی بازش کنم ولی الان رو کنسول داره میاد تر داون قرار ماه آینده بازی همزمان با ارزششون باشه که خب اتفاق خوبی یه بازی بود که شاید نمیذاشتنش اونجوری فروش نمیرفت ولی اینجوری میشه یه ایندی خیلی با کیفیت خوبی که هر کی بازیش کنه مطمئن لذت میبره ازش تیر داون اینم نمیدونم اصلا خبرش هیچ کس پوشش نداد ولی من دیدم که قرار بیاد اونجا ماه آینده ماه ماه خوبی خواهد بود برای پلاس اکسترا بهترین گزینه هست برای کسایی که میخوان با هزینه مناسب بازیاشون رو تجربه کنن و در نهایت میرسیم به بخش پایانی پادکستمون مصاحبه پیتر مولینیو کارگردان افسانه ای استودیو لایون استودیو که بازی مثل فیبل مثل بلک اند وایت و اینا رو میسا با اینا معروف بود و خب از سال 2014 بعد از اینکه از مایکروسافت استفاده داد اومد بیرون خیلی فکر من اخراج شده نه خودش اینجا میگه که استفاده داد بیرون دلیلش هم میگه اومد بیرون دیگه چیز شد گفتی که من نمیخوام مصاحبه کنم این جوی که وجود داره نمیخوام مثلا چیز کنم و اومد بیرون و خب اینجا اولا بگم که این مصاحبه که با پیتر مولینیو بود سبب خیر شد که من یکی دیگه از جواهرات صنعت گیم یه پادکستی که در رابطه با صنعت گیم هست رو کشف پادکستی به اسم My پرفکت کنسول" with سایمون Parkin اسمش همینه اکسشان براتون میذارم الان همیشه بهتون گفتم بچه اونایی که میگم امیر با چی زبان انگلیسی رو تقویت کنیم اگه زبان انگلیسی در حد متوسطه ای که وقتی یه بازی رو داری بازی می‌کنی، یه فیلم رو داری میبینی یه چیزایی رو دست بشه کسی میفهمی وقتی پادکستی که مربوط میشه با اون موضوع مورد علاقتون رو گوش کنید لذت بیشتری میبرید و خوبی این پادکست ها امینه. هم تو گوگل من اندروید دارم تو گوگل اینا یه قابلت در ای دقت کنید اون پایینشه چیزی میتونید بزنید سرعت پخش پادکستر رو کاهش بدید خب بزنیدش روی نیم یعنی آهسته هیچ مشکل پیش صداش صداهاشون عوض نمیشه آهسته آهسته صحبت میکنه خود منم اوایل که پادکست گوش میکردم شروع کردم به پادکست گوش کردن آهسته گوش میکردم چون داشتن تون تون برام ولی بعدش دیگه الان میزنم رو دور یک نیم تون پخش بشه خب برای اینکه میخوام تو زود بگی میفهم داره چی میگه برای که درک مطلبتون رو میبره بالا پادکست خوبیش اینه که فرقش با مثلا این کاری که من میام میشتم بازی ها رو برای شما ترجمه میکنم اون دارم ترجمه میکنم کلمه به کلمه دارم تو ذهنم ترجمه میکنم ولی پادکست گوش کردن که شما نمیخواید تو ذهنت بشینی کلمات به فارسی اصلا نیاز نیست فارسی فکر کنی به همون انگلیسی داره یه چیزایی میگه تو تو ذهنت برداشت میکنی داره چی میگه و چون داره در با موضوع مورد علاقت صحبت میکنه کم کم یادگیری مثل بچه که داره زبون یاد میگیره میشید و این یه راه خیلی خوب برای یادگیری زبانه و مای پرفکت کنسول ویت سایمون پیکم سایمون پارکین هم به خاطر که لحجهش هم بریتیش قشنگم صحبت میکنه شمرده خیلی پادکست خوبیه و حرفایی که میزنن واقعا لذت بخش یه پادکستیه میاد بزرگان صنعت گیمو میشونه بهش میگه که همونجور که از اسمش برمیاد کنسول عالی من میگه تو یه کنسول قرار بسازی که پنج تا بازی میخوای بذاری توش همون جور که داره از تاریخچه طرف و گذشتهش و اینا صحبت میکنه هر بخش میگه خب بازی اول تو بگو بازی دوم تو بگو بازی سوم تو بگو و هر مثلا من پیتر مولینیو باز پنج تا بازیش که گفت اصلا دید منو به سر از اون بازی عوض کرد حالا میرسیم بهش که بفهمید چی میگی زمان بندی رو یه جوری میزنم که سوال اول سوال دوم بازی اول بازی دوم اینا رو مشخص میکنم که بدونه اونایی که دوستان فقط اونجاش کنن چه بازی رو انتخاب کرده بتونن گوش کنن اونایی که دوستان کامل شما گوش کنن میتونن گوش کنن و چیز میگم اینم بگم که من همیشه بچا وقتی یه پادکست رو به متن در میارم عینا همون چیزی که اونجا بوده نیست یه مقدار خلاصش میکنم یه سری چیزها رو عوض میکنم ترتیب صحبت ها رو یکم ترکیب میکنم با هم که بشه متن توش در و نمیشه اینجوری محاوره ای قابل فهم نیست متنش میکنم پس اگه خودتون گوش میکنید و میبینید عینا به همون ترتیبی که اونا صحبت میکنن اینجا من ننوشتم علتش نیست که چیزی رو تغییر دادم نه فقط یک پارچه بود مرتبش کردم اما پادکستشون از اون این چیز میکنه شروع میکنه که سایمون پارک میگه مصاحبه رو با این معرفی شروع میکنه که میگه پیتر مولینیو یک بازیساز بریتانیاییه که در سال 1984 کارش رو با عرضه شبیه ساز یک شرکت استارتاپ یا نوع پا آغاز میکنه یعنی چی این یعنی این ساز است که مدیریت یا یه شبیه ساز ساخته بود که مثلا آقای یه شرکت داریم ما این شرکت تازه وارد نو پاه. خب شبیه سازش کن چجوری بعد بودجه کسب کنیم پروژه بزنیم اینا 1984 یه بازی بوده به اسم انترپرنور یعنی میشه کنم سرمایه گذاری همچیزی من میده <laughs> که البته بعد از اینکه فهمید فقط دو نسخه ازش رو فروخته بیخیال بازی سازی شد و به تجارت فروش کنسرو لوبیا در خاور میانه روی آورد اما از شانس اون چند سال بعد شرکت کومودور بچه های قدیم میدونن این دستگاه شبیه دونه کیبورد بود دونه کیبوردی که الان ما استفاده میکنیم کومودور که سازنده کامپیوترهای خانگی بود اسم شرکت اون رو با یه شرکت دیگه اشتباه میگیره و یک دیولوپر کیت دستگاهی که باش بازی میسازن برای کنسول ها یه دیولوپر کیت رو برای اینا میفرسته بدون که بدون اشتباه کرده و اینجوری میشه که اون دوباره وارد صنعت بازی سازی میشه و تبدیل میشه به یکی از افسانه های این صنعت البته اون در دوران فعالیتش هواشی کمی هم نداشته اون معمولا متهم شده که قولهای می که قولهایی میده که فراتر از واقعیت هستن و همین هواشی باعث میشه که در سال 2015 تصمیم بگیره که دیگه با رسانه ها مصاحبه نکنه واقعا خیلی قشنگ مصاحبه میکنه این سایمون پیارکنیز اصلا باور نکردنی مصاحبه میکنه پیتر با شنیدن اینها همون اول ن... اول پادکست با شنیدن این صحبت میگه ممنون که به این خوبی تونستی زندگی من رو تو یک پاراگراف خلاصه کنی سامان میگه خب پس پس از همینجا شروع کنم اینکه اون همه در نگاه ها بودی و یک دفعه اعلام کردی دیگه نمیخوای در مرکز توجه باشی و مصاحبه کنی از کجا اومد این تصمیم پیتر مولینیو جواب میده خب بخشش این بود که دنیا داشت تغییر میکرد وقتی من کارم رو توی این صنعت شروع کردم خلاقیت و نوآوری حرف اول رو میزد و منم یه جورایی توی این تخصص داشتم که ایده های خلاقانه ای که قرار بود توی یک بازی استفاده بشن رو قبل از اینکه حتی اجرا شده باشن توی تبلیغات بازی استفاده کنم ولی در سال 2015 حس کردم مردم حرفایی که من میزنم توی نمایش ها و هیجانی که ایجاد میکنم رو با قول اشتباه میگه یعنی من دارم اینو میگم قول اینو حسابش میکنن و همین باعث شد که مثل خیلی افراد خلاق دیگه از مرکز توجه دور بشن و سعی کنم ایدام رو تا زمانی که عملی نشدن با مخاطبان به اشتراک نذارم هرچند هر روزم عاشق اینم که بیام روی صحنه نمایش و برای نوزنامه نگارهایی که شاید از نمایش خسته شدن از بازی بگم که بلند پروازانه است و عینش رو تا حالا تجربه نکردن واقعا همیشه همین بود یعنی دقیقا یعنی کوجی ماست من همیشه میگم من این پیتر مورینیو اکس چمیتوزم پس کلا ولی نمیدونم معلوم باشه ولی این آدم دقیقا کاری که کوجیما برای من میکرد و اینم میکرد کوجیما هم همیشه یا موقع میگفت که آره مثلا توی متالگیرای من با بو میتونید کار حواس دشمن رو پرت کنید حالا آره کی میدونست که منظورش اینه که تو بازی باد معده میزنی مثلا صداش اون یار رو جلب میکنه خب ما من بابو... تو زن با بو یه چیزایی تو زن خودمون میساختیم بعد مثلا روزی که میومد اگر نمیخواستی درک کنی اون منظورش چی بوده دروغ بهمون گفته کوجیما یعنی با بو نیست که این چی مسخره بازیه آ اینجوری برخورد می‌کردی ولی من وقتی اونجوری نگاه میکردم گفتم ای چه آدم مخیه ای ما عاشق اسم شدم پیتر مونینیو البته مدار مثل کوجیما هست کوجیما وقتی یه چیزی میگه حداقل یه حرکت خفنه میزنه پشت من مونینیو مثلا آدمی بود که باعث شد من کینکت بخرم به خاطری که یه پروژه بود به اسم اصلا شما ببینید کینکت اسمش پراجکت نیتال بود خب خلاص اسمش میشه و اون مرد چیزی که این قرار بود کینکت تو اصلا حرکت انقلابیش باشه یک بازی بود به اسم پراجکت نیتال که آقای پیتر مولینی داشت میساختش یه چیزی بود یه شخصیت وجود تو تلویزیون شما با کینکت باهاش صحبت میکردی اون تاپ داشت میخورد برای خود شما صحبت میکردی و در نهایت چیزی که از این ایده اومد بیرون کینکتیمالز بود یه بازی بود یه حیوان پشت شیشه بودن پشت شیشه ترازو شما بودن دست میکشتن رو شیشه <تصفح> یعنی آخرش شد این از اون ایده ای که داشت میداد خب به عنوان کسی که مثلا اونو تجربه کردم گفتم خب آره اینم میتونه اون چیزی که اون میگه یعنی ارتباط خیلی نزدیکتر حسیتر بین من پلیر با اون چیزی که تو بازیه واکنششون میدن اون حیونا ببر بچه ببر به واکنششون به دست این چیزای من ولی خب خیلی اینو دروغ محسوبش میکردن دیگه سایمون میگه و فکر کنم کل ماجرا برمیگرده به مصاحبه آخرت که توی اون از مشکلات خانوادگی که بازیسازی برات ایجاد کرده بود صحبت کردی میگه آره خب در دهه 90 و 2000 فرهنگ حاکم بر صنعت گیم فرهنگ کرانچ بود کرانچ بچا یعنی اضافه کاری شدید در صدی که مثلا وقتی به روزهای پایانی انتشار یک بازی میرسن برای که بتونن بازی رو برسونن به اون تاریخی که اعلام کردن اصلا که خونه نمیرن تو همون استودیو میخوابن غذا میخورن صبح بلند میشن دوباره میرن سر کار یعنی همه چرخه زندگیشون میشه اون پروژه خب و فرهنگ صنعت گیم دهه هزار کرانچ بود و خب اگرچه بیشتر اوقات این دوره سخت در مراحل پایانی ساخته بازی اتفاق می افتاد اما یادم مثلا برای بازی بلک اند وایت ما نه ماه کرانچ داشتیم خب این فاجعه است و نه ماه زندگی تو تعطیل فقط روی بلک اند وایتی که امسال من کشفش کرده بودیم و یک بازی بود که من باورم نمیشد و من نمیدونستم که چه اتفاق من اصلا برای مهم نبود این چیزا نبود اصلا توی سنتی که برای کسی مهم نبود این چیزا بلکه من وایت رفتم توی مغازه می‌خریدم می‌رفتم بازی می‌کردم نمی‌دونستم چی ساختتش هیچی معلوم نبود اون موقع و نگو نه ماه یه سری آدمای زج کشته بودن پشتش و خب توی همین دوران بود که ما صاحب خانواده و فرزند شده بودیم دیگه نمیشد مثل قبل صبح تا شب زندگیمون رو صرف کار و بازیمون بکنیم خب مثلا وقتی اینو میگه من الان در یک وضعیت هم دیگه خود من دیگه من 24 کرانچم اصلا زمان استراحت به خصوص برای من که کارم تو خونه است خب نیست استراحتی وجود نداره استراحت یعنی وقتی برم غذا میخورم غذا من پای کامپیوتر دارم میخورم خب فقط یا دارم ویدیو میسازم شاید مثلا یه هفته ای دو بار مثلا برم بیرون کاری انجام بدم برگردم کرانچه همش خب ولی چه اتفاقی میفته چرا میگه در دهه 90 و 2000 فرهنگ حاکم بر گیمینگ کرانچ بود به خاطری که عشق بود خب عشق کرانچ برای که همه اونایی که تو پروژه ها بودن اونجور دنبال این میلیارد دلار و اینطور نبودن یه راهی پیدا کرده بودن برای اینکه بتونن اون ایده هاشون رو چیز کنن عملی کنن و پول در بیارن ازش خب و درآمدشون بشه خب اینه دقیقا وگرنه اینجور نبود که بگیم اون موقع آره همه اونا که داشتن تو بازار کار میکردن بهش بودن این کرانچ نه موقع لازمه که ما الان بشینیم اینو بسازیمش وگرنه عشقمون که این بازی است تموم نمیشه این بوده فرهنگ و خب توی همون دوران بود که مثلا میگه ما ولی خب یه خونه و این چیزا به دست و بودیم به هر و نمیشد 24 ساعت پای اون کاره باشیم بعد به اونا میرسیدیم دیگه ما داشتیم این کارا رو برای کی میکردیم که درآمد داشت باشیم که اونا کیف کنن درسته عشقمون بود ولی برای اونا که عشق نبود و خب اینا رو به اون میگه صبح تا شب زندگیشون این شده بوده و خب نکته دومش هم این بود که صنعت سنعتگی... ما اون موقع چیزی که فهمیدیم این بود که صنعت گیم یه چیز گذرا نیست یه چیزی نیست که اوکی ما الان این پروژه رو ساختیم خودی تمام شد ما ساختیم بریم دیگه نه قرار نیست روس بازی سازو رو بکشیم که تو و یه کاری باهاش بکنیم تو اون پروژه که متنفر بشه از صنعت گیم برای همین الان تو استودیوی جدید خودم یعنی کن یعنی میشه قوطی 22 فکر کنم میشه ما از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد کرانچ نرم یعنی اضافه کاری ها اگه مثلا بگیم از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر ساعت کاری یک فروشگاه باشه دیگه اگه بخوایم اضافه کاری بزنیم اون موقع 6 بعد از ظهر 6 به بعد تعطیله طرف میتونه برگرد خونش بره به زندگیش برسه و دیگه به کار فکر نکنه ولی بذار یه چیزی بهت بگم سایمون درسته که کران خیلی این جملهشو دوست دارم میدونم خ... خی... و کمتر ت... کسی جرئت داره این جمله رو به کار ببره جز مثلا مثل آدمای مثل این میگه ولی از چیزی رو بگم سایمون درسته که کرانچ چیز وحشتناکه ولی نیمه پر لیوان این بود که وقتی همه گروه همزمان و سخت روی یک موضوع کار میکردیم جادویی وجود داشت که در حالت عادی اتفاق نمیافتاد مثلا وقتی داریم روی یک موضوع خلاقانه کار میکنیم براش کد مینویسیم در حالت کرانچ و تمرکز همه یه گروه وارد وارد یک حالت ذهنی میشن یک مایند میشن که اگه بخوان با خونه رفتن متوقف بشه این مایند دوباره باید وارد اون حالت بشن و این اتفاق به این راحتی رخ نمیده اوکی راست میگه واقعا خب خودم خود وقتی یه ویدیو رو میسازم اگه پشت بندش بشینم ادیتش کنم راحت تر این کارو انجام میدم ولی اگر مثلا شب باشه یه ویدیو ساختم صبحش بخوام ادیتش کنم اذیت میشم هی ذهنم چون نمیدونم داره چه اتفاق میفته یادم رفته ولی وقتی پشت بندش میشینم پای ادیت چون هنوز تو اون مایندستم درست خستم دو ساعت فکر زدم پشت بندش منم میشینم ادیت کنم کرانچ دارم میکنم ولی عشقمه و مایندستم روش میتونم سریعتر کارو انجام بدم اما قطعا اون شیوه هزینه هایم داشت برای ما که بیشترش رو خونواده های ما متحمل می شدن. سایمن میگه حالا بریم سراغ کاری که توی این پادکست می کنیم. یعنی انتخاب پنج بازی برای کنسول رویایی تو اولین بازی رو برامون بگو میگه بازیایی که انتخاب پیتر میگه بازیایی که انتخاب کردم بازیایی هستن که زندگیم رو تغییر دادن و باهاشون پیوند احساسی دارم اولین بازی اسمش هست ویزردری این بازی رو روی یه کامپیوتر خونگی اپل دو ای تو اجرا می شد یه بازی نقش آفرینه بود که توی اون به جنگ هیولاها ها می رفتید و توی سیاه گنج پیدا می کردید و خب این جز اولین بازی های نقش آفرینی بود و اگرچه گرافیک بسیار ابتدایی داشت ولی جوری من رو قرق می کرد که یادمه یه بار اونقدر درگیر این بازی بودم که وقتی فلاپی اجراش خراب شد به جای اینکه سر قراری که با دختر گذاشته بودم برم رفته بودم دنبال تعمیر اون فلاپی و خب اون موقع در گیلفورد انگلستان زندگی میکردم یادم اولین چیزی که به عنوان یک بازی ویدیویی بازی کردم بچگی شو داره میگه پانگ بود و پانگ یعنی که دو تا چیز بالا پایین میری توپی وسطش اینجوری میشه که پول خوردش رو... که پولش رو از جیب مامان بزرگم کش رفته بودم برای همینم مجبورم رو زیر تختم قایم کنم که اونا نفهمن من اونو خریدم البته اینم بگم که بازی پانگره یه مقدار که بازی کردم خستم شد خسته شدم و ترجیدم دل روده دستگاه رو بریزم بیرون ببینم توش چیه و بعد از اینکه بستمش دیگه کار نکرده دقیقا هم کارهایی که من میکردم من از وقتا پرستشن تو رو باز میکردم و میبستمش یادم من خیلی پرستش تو باز بسته کردم ولی اون بازی جرقه علاقه من به بازی های ویدیوی شد سالها بعد من یک شرکت ساختم که کارش فروش فلاپی دیسک بود اما کسی فلاپی دیسک خالی نمیخواست برای همین تصمیم گرفتم یک سری برنامه های کاربردی برای مدارس بنویسم و در نهایت همین برنامه نویسی ها هم خط شد به اولین بازی ویدیوی من یعنی yani انترپرنور اه... که میشه انترپرنور میشه یعنی همون شبیه ساز شرکت تو هازه پا که الاته فکر کنم اشتباه ترین بود که گرفتم چون اگه به جای اون شبیه ساز یه بازی شوتر کشتن <laughs> هیولا <coughs> ساخته بودم احتمالا یه پولی در میبودم یادم رفته بودم به یه مجله کامپیوتری تبلیغ داده بودم و بعدش به مرکز پستی محلمون گفته بودم که آماده باشید م... الان قرار کلی سفارش برای این بازی من بیاد و کلی فروش خواهیم داشت اما در واقع دو نفر بیشتر برای من درخواست خرید نزدن که یکیشون دستخط شدیدن شبیه مامانم بود و خب به حال تو این 20 سالگی آدم تو 20 سالگیش بعد از این جور اشتباهاتم بکنه سایمون میگه خب خب بعدش همون میدونیم که دیگه بیخیال سازی شدی و رفتی دنبال صادرات لوبیای کنسروی به خاور میانه اما چی شد که دوباره برگشتی به حرفه بازسازی خیلی جالبه این قضیه میگه خب دوره عجیبی بود بیزنس کنسرو لوبیا خیلی خوب پیش نمی رفت از قضا توی همون دوران اسم کمپانی ما که کمپانی نمیم سادرات و این حرفا بود با اسم یک کمپانی برنامه نویسی اشتباه گرفته شده بود و شرکت کومودور یه روز تماس گرفت با تلفن ما گفت که آره کنسول جدید داریم اگه دوست دارید یه دونه دیولپر کیت رو براتون بفرستیم و دیولپر کیت کومودور رو برای ما فرستادن منم که توی برنامه نویسی زمینه داشتم دیگه بهشون نگفتم که اشتباه گرفتن گفتم آره فرستید کلا <تصحیح> دروغ زیاد دیگه دوست عزیزمون و حالا خدا کنم نیافت زیر بغل هستی فیلسمنسر نیافت که دیگه یه چیز دیگه میشه اصلا یه بساط میشه نگفتم گفتم خب خدایا حالا که باید یه چیزی برای این کمودور بسازم تصمیم گرفتم اول یه دیتابیس براش بنویسم دیتابیس یعنی نمیدونم مثلا برنامه جستجوی فولدرهای مختلف یه چیزی مثلا هم چیزی ولی خب با گذر زمان کومودور و آمیگا آدم های مختلف که میخریدن میشه سروش روش بازی میساختن هرچند که سازنده هاش نه این ما میخوایم بیاد مثلا با اپل و چه پی سی هم بوده اعتماد دیگه مال مایکروسافت این حرفا با اونها بیاد رقابت کنه نمیدونم بوده یا نه ولی اپل بوده دیگه طبیعتا اپل اون سیستمای خودش داشت و اونا دنبال رقابت با اونا بودن ولی بعد از چند ما خودشون فهمیدن که نه بزنم یه کنسول باشه این کومودو یادمه که تو ایران اومده بود بعد تو ایران که اومده بود ورشته بودن روش ماریو اینا رو کپی کردن بعد یه دونه کیبورد بود کیبورد رو بس کردن به تلویزیون میشد چیز بعد توی ایران هم اصلا بسته‌بندی ایرانی براش گذاشته بودن اه... کامپیوتر خانواده بود یه همچیز اسمش بود کنم اما بریم سراغ دومین بازی من یعنی هفت لایف دو یادم وقتی اولین دما از بازی به نمایش اومد خب من در بالاترین سطح سند گیم بودم تو مایکروسافت بوده ولی یادمه که فیزیک استفاده شده در بازی رو وقتی دیدم برام جادویی بود و وقتی بازی اومد اونقدر توش قرق شده بودم که پسر یک سالم رو باید میذاشتم رو پام در حال که من هفت لایف دو اون خون و رو بازی میکردم و میگم انقدر میگه درگیرش بودم که این اولین بار بود که تو یک بازی ویدیویی حس واقعی کرکترها رو داشتم از چهره میگرفتم و کاملا غرقش شده بودم توش سایمون میگه خب بعد از اون میرسیم به تأسیس استودیوی دومت به اسم بولفراگ که بعدش اولین بازی یعنی پاپیلوس رو هم اونجا رام تو همونجا پاپیلوس رو هم تو همونجا ساختیش که یک بازی سبک گاد گیم بود بازی خدایی که پلیر رو در نقش خدا میذاری خدای اون دنیا میشه مثل بلک اند وایت خب که اولین بازی شما محسوب میشه توی این سبک اصلا خیلی هم میگن سبک این گاد گیم رو پیتر مولینیو ساخته اه پیتر میگه راستش ما با این ایده که یک بازی خدایی بسازیم رو طراحیش نکردیم در واقع یک پروسه بود که هر روز یه چیز بهش اضافه میکردیم تا اینکه در نهایت نتیجه شد اون بازی یعنی ایده ای بود که اول شبی ساز بسازن بعد دارن خب این شبی سازه اگه بگیم یه آدمی داره این کارا رو میکنه با عقل جور نمیاد پس بزن یه خدا داره این کارا رو میکنه توضیح براش بدیم یه بازی خدایی بعدش کلی درس کشیدیم که یه ناشه براش پیدا کنیم و که البته ای ای شرکتی بود که قبول کرد اون بازی رو منتشر کنیم راستش اون موقع انتظارم دیگه زیاد بالا نبردم بعد از تجربه قبلیم ولی یه روز از ای ای با اون تماس گرفتم و گفتن تبریک میگیم شما از امروز یه میلیونر هستید <applause> بازیمون چهار میلیون نسخه فروخته بود و بخش ولی خب بخش اعظم اون درآمد مال ای بود چون ما تو قراردادمون زده بودیم 8 درصد درآمد بازی فقط مال ماست بقیه‌اش مال اوناست ولی خب 4 میلیون نسخه 50 دلاری هم فروخته باشن 8 درصدش 500 هزار دلار میشه دیگه ولی فکر میگه بعد از پرسه میگه خب چیکار کردی با پول رفت مثلا ماشین چیز خریدی میگه نه فکر کنم نوب اون موقع من قد بدی داشتم راست بدیام اول صاف کردم بعد فکر کنم تاشو رفتم یه خونه خریدم یه خونه دوم یعنی خونه اولمو فروختم راست یه خونه خریدم دو تا اتاق خواب داشته باشه که بچه‌مون هم اتاق خواب داشته باشه ولی این سرمایه که اومد به من کمک کرد که بتونم بدی یار برطرف کنم حالا برم یه استودیو بازی سازی بسازم به اسم بول فراگ گیم و اینجاست که ما رو میرسونه به بازی سومش یعنی آیکو اصلا انتظار نداشتم این بازی رو بگه سا این بازی شروع کننده ای سبک سولز بوده آیکو شروع کننده ای سبک بازی هم که مولینی می هم بوده یعنی واقعا این یه بازی چقدر تاثیر گذار بوده و چرا سونه اینا دونیمه کشته میکنه احسان خورده فقط دو شو براش کرده میگه آیکو بازی که دید من رو به بازی تغییر داد در دوره ای که بازی ها داشتن به یک فرمول کلی میرسیدن اینکه یه قهرمان داریم چند تا دشمنن جلوش و این قهرمانمون با تفنگاش به جنگ اون دشمنا بره یه دفعه این فرموله عوض شد با آیکو شما توی این بازی در نقش روح یک دختر هستید هیچ دیالوگی نمیگید بازی اجازه میده شما یک کرکتر دیگر رو در دنیای بازی لمس کنید می یه همراهی داره من آیکو بازی نکردم نمیدونم ولی احتمال یه همراهی داره یک کاراکتر ضعیفتر همراه این دختر است که خب این دختره که ما هستیم در نقشش باید کمک کنیم و بازی یک پیوندی با شما ایجاد میکنه که شما حس میکنه اوکی من این بازی رو بازی میکنم دارم کمک میکنم به این نفر اون کاری که توی لست گاردین انجام داد دیگه من واقعا کار ندارم من نمیگم بازی از نظر گیم پلی بازی قوی نیست به نظر من خب مشکل داره توی نرم نیست راحت نیست ولی اگر آهسته اون کاری که ما همین پارسال من لاست گاردین رو تازه باز کردم اگه با آرامش باش برید جلو تجربه ای که هیچ فراموشش نمیکنید لاست گاردین رو تو همین پلیشن پلاس هم واسه خاصی میتونید بگید دانلودش کنید بازیش کنید و با اینکه یک بازی ویدیو بتون چنان پیوندی بین شما ایجاد کنه برای من جادویی بود و هنوزم که هنوزه این یکی از بهترین پایانایی که تو یک بازی ویدیویی دیدم پایان آیکورم یه آی احتمالاً با با شویساز بازیش میکنیم حالا این بازی بود که به من فهمون بازی سازی این نیست که صرفا مثل انگار که یه دونه خطکش گذاشتن من باید خط بقیه رو دنبال کنم نه همیشه جای خلاقیت وجود داره ایوه سایمون میگه حالا بهم بگو چی شد که به استودیو بولفراگ گیم رو ترک کردی و لایون هد استودیو رو راه انداختی پیتر میگه خب ای ای استودیو بول فراگ رو خرید و اون موقع بود که پول زیادی دست من اومد و شدم معاون ای, ای, ای یکی از وایس پرزیدنت های ای, ای بوده و خب فکر کردم دیگه وارد حلقه فراموسونری شدم و دیگه زندگی راحت میشه و این حرفا ولی در واقع نه یک کار سختی بود که مسئولیتش خیلی سخت بود مدام باید سفر میکردم برای قرارهای بیزنسی و اینا و این باعث بود که از چیزی که عاشقش بودم یعنی بازی سازی و طراحی بازی دور بشم در همون دوران بود که بازی تیم پارک رو خب از قدرتم استفاده کردم تو یه بازی به اسم تیم پارک ساختم که میگم بگم چویساز پارک این حرفات که با یک تیم 150 نفری ساختمش ولی حسی که در اون دوران داشتم این بود که این استودیوی بزرگی که من عملا خیلی از اعضاشو نمیشناسم نمیشناخته خیلی هاشونو نمیتونه منو به هدفم برسونه یعنی خلاقیت برای همین یه استودیوی کوچیک به اسم لایون هد رو ساختم که یک تیم 20 نفره بودن از آدمهایی به شدت عاشق بازی سازی و اولین بازیمون یعنی بلکن and وایت رو ساختیم برام اولین بار اصلا با این اسم پیتر مولینیا با بلکن اند وایت آشنا شدم بازی که به شدت بلند پروازانه بود ولی زندگی شخصی خیلی ماهمون رو هم نابود کرد کمی بعدش بود که در حین ساخت یک بازی به اسم دانجن کیپر به فکر ساخت یک بازی نقش آفرینی افتادیم ما میخواستیم برخلاف بازی های نقش آفرینی اون دوره که خیلی پیچیده بودن کلی عدد و مدد داشتن یه بازی بسازیم که پلیر بتونه توش نقش آفرینی کنه بدون اینکه بخواد چیزای پیچیده انجام بده در واقع با فیبل صحبت میکنه و خب برای این تصمیم گرفتم که از دوباره تو لایون که بودم دیدیم آقا ما می‌خوایم بازی نقش آفرینی بسازیم اول یه بلک اند با 20 نفر ساختیم حالا بخوایم اینو بسازیم بعد تیم رو بزرگ کنیم و دوباره همون کاری که اونجا سر خودش در آورده تو ای, ای, ای اینجا در اومد و اینا تو حتما ما این کاری که داره میگه تو بول فراگ گیم انجام داده تو لایون هد استودیو نبوده تو بول فراگ گیم به این فکره برای ساخت بازی نقش آفرینی و میگه باشه تیم رو بزرگ کنیم تیم بزرگ میکنن و دوباره همون دو چیز میشه همون اشتباهی که کرده یعنی دوباره تیم گنده میشه و اذیت کننده میشه براش برای همین گند میشه تو کاراشون دیگه ولی خب میگه تو همون دوران بود که مصاحبه آتشین با ایده های انقلابی رو انجام میدادم کاری که ریشه در هیجان من برای اون خلاقیت داشت ولی مردم اونا رو به چشم دروغ میدیدم گاهی اوقات حتی موضوع مشکلات زیادم ایجاد میکرد مثلا یادم یه بار داشتم با روزنامه‌گارها صحبت میکردم اونها یه ایده رو میگفتم گفتم آره جالبه آره اینم خوبه اینم باید باشه خب اینم هست مثلا اینجوری میگفتم بعد رفتم تو استودیو کارکنان استودیو گفتم بابا این چیزایی که تو مصاحبه گفتی اصلا ما نمیدونستیم باید تو بازی باشه حتی از خودت گفتی <تص> من میدونم که اون کارم اشتباه بود ولی هنوزم که هنوزه روزهایی هست که میرم به استودیو و میگم دیشب خواب دیدم یه ایده خفن بهم رسید و امروز بریم ببینیم میتونیم اجراش کنیم یا نه طبیعیه که دیگه این قضیه رو با عموم در میون نمیزنه فقط توی استودیو اینا رو میگم چون به حال وقتی شما قراره یک چی بق... میگه چرا این کارو من میکنم میگه آدم وقت داره یه چیز جدید رو و خلاقانه رو میسازه نمیتونه که بشینه فقط جلوی کاغذی بنویسه خلق کنه نه تو لحظه اتفاق مثلا من نشستم با یکی مصاحبه میکنم یارو یه چیزی میگه میگه آه این چیز خوبیه و تو زنم به این که میتونیم اجراش کنیم میگم با آره هست <applause> بعد میرم تو استودیو و میگم خب من چجوری اینو اجراش کنیم گیر میشیم خب و بعد که نمیشه بعد قول میشیم و اینطوری این نیست که ای بخوام دروغ بگم من از حالا جوگیری دروغ نمیخواد بگی جوگیر میتونیم بهت بگیم هستی میریم سراغ بازی چهارم یعنی این ماینکرافت بازی که به نظرم باید به عنوان بهترین بازی طراحی شده شناخته بشه چون این بازی به نظرم دنیا رو تغییر داده یادم اون موقع یکی از مدیران مایکروسافت بودم این این یه چیز عجیبیه این اونایی که خیلی حرفای عجیب و غریبی میزنن این خیلی این قبلا یکی از مدیران ارشد مایکروسافت بود اصلا بخش بکنم اروپای مایکروسافت دست این بوده میگه یادم وقتی که ماینکرافت اومده بود من یکی از مدیران مایکروسافت بودم و توی جلسات وقتی از این بازی صحبت میکردم اونا هم می میگفتن این گرافیکش آشغاله مراحل آموزشی نداره دشمن نداره که داخلش کشته بشه و ولی اونای نکته این بازی رو نفهمیده بودن که این بازی آزادی کامل رو به پلیر میداده و به نظرم این بازی مثل جرقه بود که صنعت گیم رو به دو بخش تقسیم کرد و هنوزم که هنوز کسی نتونسته و این بازی رو کپی کنه و با همون قدرت ارزش کنه واقعا بعد میدونی که دو سال بعدش میره مایکروسافت وقتی ماینکرافت موفق میشه و فکر با سه میلیارد و نیم میخرم این ببین اون آدمایی که میگفتن آشغاله همونا رفتن بعد پول دادن خریدنش و بعد تو تبلیغاتشون میمدن ازش تبلیغ هم میکردن یعنی اینه که میگم همیشه دوگانگی که تو اینا وجود داره اینکه تو دلشون می و این آدمی که یکم باوش با باشه میفهمه این این خودش اعتقاد به حرفی که میزنه نداره ولی صرفا داره اینفلوئنس میکنه اینجاست که من مشکل همیشه دارم باهاش سایمون میگه خب بریم چی شد که از لایون هد استودیو جدا شدی میگه خب ماجرای لایون هد استودیو هم مثل بقیه استودیوهایی که من توش بودم این بود که از یه استودیو 25 نفره شده بود 300 نفر و من به جای اینکه بازی سازی کنم کارم شده بود سفر کردن به شعبه های مختلف مایکروسافت چون شده بود کنم مسئول استودیوهای اروپای مایکروسافت و همین شد که دیگه جدا شدم و رفتم استودیو یعنی کن 22 رو ساختم که از اون موقع به بعد بازیاش خیلی بیشتر موبایلی شدن چون خودش هم توضیح میده میگه که من روزی که استیو جابز اومد آیفون رو معرفی کرد اصلا مبهوت بودم انگار خودم داشتم یه چیزی رو معرفی میکردم فرق تو عزیزم با استیو جابز اینه که استیو جابز اون چیزایی که میگفت ده برابر بهترش اجرا شد من عاشقتم ولی خب اون بازیایی که ساختنم برای وقتی نگاه میکنه اکثرا نوآورانه درجه یک چون با خودش گفته بوده که اوکی من دیگه نیازی نیست کنسول به اینا بپوشم اینا کنسول تو جیبشون هست آماده است فقط یکی از استفاده استفادهاش میتونه بازی کردن بازی من باشه که خب این ایده تو اون سالا یا بود دیگه داشتن نواب میگن یعنی پلی استیشن نجات داد صنعت گیم یعنی نینتندو که داشت تو منجلا به نینتندو یو چیه ویو غرق میشد مایکروسافت هم که پشت اون قضیه بود داشت همه زورشو میزد که بگه موبایل گیمینگ موبایل گیمینگ با ویندوز گیمینگ و این حرفا ویندوز فون و اینجور چیزا اون داشت این کارو میکرد این در پلی بود که اومد با بازی های سینگل پلیر و قوی انفجاری داستانی نجات داد صنعت گیمی که ما دوستش داریم رو نینتندو هم که گفتم تو ول معطل بود اونجاش زور میزد ویو بفروشه به مردم و راست میگه میگه این اینم تفکرش این شده بود دیگه گفته آقا کنسول رو ارزش بفروشیم خب اونا که ببین به هر حال اینا مثل من و تو که گیمریم که فکر نمی‌کنم ما داریم به تفریحمون فکر می‌کنیم که دوست داریم یه بازی داستانی مثلا یه دونه فیبلی بده که نقش آفرین این باشه اون بعد کلی در سر بکشه اونو بکشه میتونه یه دونه ب... چیز بسازه یه بازی بسیار کوچیک‌تر بسازه کنسول هم نخواد به من بفروشه بذارش رو موبایلمون و چیز کنه و هزینه کمتری هم بده ولی پول بیشتری در بیاره تمام شد اون میشه هدفش این دیگه اون بازی سازه که با اون سطحای به اون سطح به اون بالایی شغلشونه و میگم حالا این روزا هم که میبینید دوباره با کلاد دارن این کار رو انجام میدن اینا به هر قیمتی شده میخوان اون بلا رو به سر صنعت گیم بیارن و خب راهش رو پیدا کردن این روزا این روزا این روزا با یه روش دیگه ای آقا پول نمیخواد بدید مفته همه چی رایگانه با این حرفا تونستن یه مقدار درصد بیشتری رو نسبت به اون موقع جلب کنن و در نهایت میرسیم به بازی آخرش زلدا Tears of Kingdom که الان دارم بازیش میکنم و میتونم بگم همون لذتی که از آزادی عمل در ماینکرافت میبردم رو اینجا به شکل دیگه ای دارم میبرم و خب اینا از این پادکست خیلی زیبا حتما این پادکست رو بچه دنبال کنید هم برای زبان تو خوبه هم چه مصاحبه های درجه که توشه اصلا هم آدم های علکی و مسخره نمیرم مثلا اون دفعه یکی از نویسنده های کل گونده اساسنسکرید و اوروی چیزایی میگو از پروسه ساخت این بازی ها مختون سود میکشی حرف های خیلی جالبی از آدمایی که توش میان آدمایی که هیچ جای دیگه نمیرن حتما بهش سر بزنید و گوش کنید بهش اما در پایان میرسیم به حمایت های مالی که شما کردین گفتم بچه ها رو اونایی که قبل هفته پیش خوندم و میخونم فقط یه دونه حمایت مالی بین المللی هست که هر هفته مثل که این بوده سه چهار تا حمایت از اون کرده کاربری به اسم رکسی ادیت ایکس که به طرز عجیبی نمیدونم چرا تو لیست حمایت های ببین یعنی دقیقا بین اون حمایت های بوده که من میخوندم ولی غیب شده بوده نمیدونم چرا غیب شده بوده و یه دفعه ظاهر شد اون روز گفتم کی بود از من حمایت کرده و من نیده بودم چه حمایت های بزرگی نمیدونم این واحد پول چیه تی آر وای چه واحد پولیه ولی دمشکم لطف کرده و از اون حمایت کرده مرسی از رکسی ادیت اکس ایزد عزیز مرسی از محمود نارویی عزیز که همیشه از اون حمایت میکنه مرسی از دی جی اجکس عزیز که نمیدونم 65 اس ای کی از اون حمایت کرده گفته با اینکه خیلی خیلی کم بازی میکنم الان که 40 سالم شده نسبت به دوران گذشته ولی از چنل قدیمیتون چند سال میشه باهاتون هستم و بازی ها رو دنبال میکنم اگه دوست داشتین مدام مثل گذشته کلیپ های غیر بازی هم بذارید و لباس بخری خونگی و حیوانات خونگی اینا حتما سر حال لباس بخریم و اینا دیگه میخوام بذارم ولی سعی میکنم مدام چیزای غیر گیمینگ هم بذارم واقعتش اینه که اصلا تو از یک سال گذشته اتفاقایی که افتاد و اینا خیلی خودم دل و دماغ و اون کارا رو ندارم واقعا بخوام برم چیز کنم ولی حتما سعی کنم اون جور کلیپ که کمک میکنم به حیونا و بچه ها اینجا هستن اینا اینا رو بهتون نشون میدم که روحتون یکم شاد بشه و فقط هم گیمینگ نباشه مرسی از دیجی اجکس عزیز هیسون عزیز مرسی مکس اسلای عزیز مرسی از حمایتتون و اچ عزیز خیلی بچه دیگه هم حمایت کردن بچه‌های ایران هم بخونم یه کلی میدونم خیرتون تلاش کردین تو این هفته گذشته حمایت کنید نیتتون برام انرژیاش میومد مرسی از همتون امیدوارم درگاهمون درست شه که بچههایی که لطف دارن بتونن حمایت هم بکنن ولی محسود صرف 62 که هفته گذشته 500 هزار تن از برنامه حمایت کرده بود علی زلفقاری عزیز مرسی از صد تن حمایت میسم عزیز همیشه در کنارمون سجاد میسم ورکی سعید جعفری مرسی ازت امیر هلمزاده محمد عزیز کیا مهدی چری عزیز درست خوند چری عزیز مرسی از صد تن حمایتتون محمد عزیز دو تا حمایت کرد حسین که ایچ دی میثم عزیز مرسی از حمایتت محمد محمد علی نظری مرسی از صدت حمایتت عارف آمری، مرسی دکتر عزیز از حمایتت رز عزیز مرسی از صدت حمایتت سجاد عزیز عرفان امیر کاظمی عزیز میلاد سوپر هیرو عزیز که همیشه انرژیه میلاد قهرمانه نمیدونم میلاد فکر کنم فعالت قهرمانه باشه که گوشی سوپر هیرو ولی حالا هر که هست ولی مرسی میلاد جون همیشه انرژیمونی دمت گرم و هم مسعود آبدی عزیز با 200 هزار تومان حمایت دمتون گرم که این پادکست رو دیدید امیدوارم که هایپتون رو برای جی تی باشه بالا نظر شما چی درت با اون ویژگی هایی گفتیم نظر شما درت با پیتل مورینیو و مصاحبه که ازش کنیم چیه و مرسی که شرکت کردین تو این برنامه و این پادکست هیچ چیز دیگه از همین گیم شو خدافظ